چطورین خوبین؟ اون وقت برای منی که 24 ساعته پشت دوربینم همش دارم ویر میزنم. آقا انقدر من حواس نودلز کرده بودم، فکر کنم یه 6 ماه نودلز نخوردم، گفتم دیگه برم موادشو بخرم یه نودل حسابی درست کنم از اون نودل کره‌ای ها که با یه رسیپی خاصی درست میشه، به شما هم نشون بدم، با هم درست کنیم، با هم بخوریم و دلی از آزاد در بیاریم. خوش من خیلی شلوغه نه؟ خب دیگه این آشپزخونه منه، من از آشپزخونه خلوت اصلا خوشم نمیاد، دوست دارم آشپزخونه محیطش گرم باشه. چیزایی که خیلی استفاده میکنم رو معمولا روی کابینت ها میذارم، ولی سعی میکنم که خوشگل بچینم و مرتب باشه و دوست دارم حسابی گل و سبزه و اینجور چیزا تو محیط آشپزخونم باشه. من اصلا دوست ندارم آشپزخونم خلوت باشه، روی کابینت ها خالی خالی باشه، اصلا حالا بد میشه اونجوری. و سعیم نمی کنم که حالا چون معمولا آشپزخونه ها خلوته و روشون هیچی نیست، منم سعی کنم که مثلا کلیپ هم اونطوری باشه. نه من از فکر کردن خوشم نمیاد. ما همی هستیم که هستیم، خیلی هم خوشگل از نظر خودم و عاشقشم. بچه ها این ترشی ها یادته با هم تو ولاگ ترشی درست کردیم، یکیشو باز کردم، وای که اصلا نگم چقدر خوشمزه شده بود، تقریبا بگم هر شب دارم میخورمشون. خیلی از بچه هم که من ویدیو نودلم رو گذاشتم که یه ویدیو کوتاه هستش که چجوری یه نودل کلاسیک درست کنیم، گفته بودن تو خود از این نودلای آسیایی و کره‌ای و اینا هم درست کن، که گفتم بذار ولاگش کنیم. خب بهتون نشون بدم من چه نودلی خریدم. من دو تا نودل با هم درست میکنم، خیلی گشنمه. یه نودل خریدم با طعم کاری، نودل معمولیه دیگه، شما هم میتونید بخرید از سوپرمارکت. اینم خریدم، این که خیلی مارک معروفی همه جا هستش. اینم خریدم، این با طعم مرغ، این با طعم کاریه. بعد اومدم برای سسش، نخواستم دیگه خیلی تندش کنم چون سس قرمز چیلی داشتش، گفتم نکنه خیلی تند بشه نشه خورد، و چون تا حالا امتحان نکرده بودم. بعد اومدم از این سس های استر فرای خریدم، این سس ها که مثلا وقتی که یه چیز رو سرخ میکنی میریزی در مثلا 2 دقیقه آخر سس رو میریزی هم میزنی به خورد مواد میره و ورمیداری. گفتم که اینو خریدم با طعم لوبیا سیاه، سس لوبیا سیاه، میخوام برای اولین بار امتحانش کنم، رو نودل بریزم، امیدوارم خوشم بیاد. کلا من خیلی دوست دارم چیزای جدید رو امتحان کنم، تصمیم گرفتم از این ولاگا بیشتر با هم درست کنیم، انواع نودلا، سوشی موشی و نمیدونم از این بیشتر غذاهای بین المللی و چینی و نمیدونم تایلندی و کلا خارجی دیگه، بزنیم تو کار خارجی. ایرانی که خب دیگه همه همون میدونیم این مدل چیزایی که جدیده و خوبه با هم امتحان کنیم بخوریم. خب بچه ها تو نودلتون این مدلی که میخوام درست کنم شما همه چی میتونید بریزید، کاملا آزادید، هر نوع سبزیجاتی که دوست دارید، قارچ بریزید، سوسیس بریزید، میگو بریزید، نمیدونم هر چیزی که دوست دارید میتونید اضافه کنید. حالا من بهتون نشون میدم من چه چیزهایی دوست دارم، من چیا دارم میریزم. خب بیاییم بریم نودل رو بار بذاریم. بچه توی این ولاگ با هم نودلمون رو درست میکنیم، بعد با هم میل میکنیم. حالا اگه گشنتون میشه شما برین یه چیزی تهیه بکنید با هم دیگه بخوریم، میخوایم گپ بزنیم دیگه، چند تا خبر میخوام بهتون بدم. اول بریم نودلمون رو درست کنیم. بچه ها این نودل رو کلن توی یه معمولا تو قابلمه درست نمی کنم، توی تابه درست میکنم، منتها چون من تابه سایزی نداشتم که بخوام دوتا نودل رو توش بریزم، مجبورم از یه قابلمه استفاده کنم و تابه من یا خیلی بزرگه یا از این دوتا نودل یه مقدار کوچکتر، همه مخلفات جا نمیگیره، برای همین من از قابلمه استفاده میکنم. بچه ها اولین کاری که میکنیم برای این مدل نودل که یه مقدار سوسی باشه، یعنی آبکی باشه، اندازه 2 بند انگشت آب میریزیم توی این تابه یا قابلمه ما. خیلی نمیریزیم چون سوسمون هم آبکیه. خب بچه ها آبو که ریختیم بزنید این آب داغ داغ بشه. حالا یه چیزی بگم، من خیلی رفتم این ویدیوهایی که حالت ولاگینگ داره و نودلای کره‌ای مره‌ای درست میشه، تایلندی و اینا رو دیدم،
دو مدل معمولا درست میکنن بچه ها. یه مدلش به همین شکلی که من دارم میگم که حالت رامن داره، یعنی آبکیه. اگه دوست داری یه مقدار نودلتون حالت سوپی داشته باشه این مدلی خوبه. حالا من این دفعه میخوام اینجوری درست کنم، دفعه بعد با هم دیگه اون یکی مدلش رو درست میکنیم. اون یکی مدلش نودل رو فقط تا اونجایی که تو آب بپزه میپزونن و بعد درین میکنن، آب کشش میکنن نودل رو، بعد با سس مخصوص قاطی میکنن، یعنی زمان پخت نودل با سس قاطی نمیکنن، فقط سسش رو آخر سر میریزن. حالا اونم یه بار به نظرتون ولاگ بکنیم اگه دوست دارید، مثلا اونم ولاگ میکنم، کامنت کنید دیگه. یه چیز دیگه، فکر میکنید امروز آرایش من با بقیه روزا چه فرقی داره؟ بهتون نمیگم، هر کی حد زد کامنت کنه ببینم کیا باهوشن. حالا میخوام بهتون نشون بدم خیلی بابا راحته، اصلا داد میزنه. خب حالا بچه ها، چیزایی که من دوست دارم بریزم، من سه تا دونه از این سوسیس های مینی سوسیسه، از اینا میندازم تو نودلم. سبزی، هر جور سبزی که دوست داری، من پیاز چه خورد میکنم میریزم. من خیلی عاشق سبزی جاتم، همه مدل سبزی رو میپسندم، این دفعه پیاز چه انتخاب کردم. یه مدل سبزی دیگه میخواستم که بریزم ولی نبود، دیگه پیاز چه خریدم. پیاز چه میریزیم، سوسیسامون رو میریزیم. اسفناج هم خیلی خوشمزه میشه بچه ها، اسفناج بریزید توی نودلتون. حالا بهتون نشون میدم چه مدلی اسفناج میریزم. خب بچه ها آبمون جوشید، حرارت رو دیگه معمولی کنید. خب بعد الان نودلام رو میندازیم. این نودل ها وسط نصف شده، نودل های تان را بیندازید، این هم بندازید بذارید یه ذره نرم شه جاشه، سوسش رو هم، ادویهش رو، یعنی در واقع ادویهش هم بریزید که وقتی دیگه نرم شد مخلوط میشه. ببینید زود نرم میشه. خب بچه ها اینو میخوام بندازم، دو تا دونه بیشتر توش نمیندازم. گیوزا بهش میگن، حالا نمیدونم میشناسید یا نه، یه چیز ژاپنیه، غذای ژاپنیه، حالت یخ زده. من میخرم اینجوری آماده است، توی آب یا مایکروویو سریع حاضر میشه. این هم سبزیجاتشو داریم هم مرغشو داریم. من چیز گرفتم، میگوشو گرفتم. حالا دو تا از اینا میندازیم و میگو بچه ها. من از این یخزده های پاک شده گرفتم که راحت هر وقت بخوام از فریزر بریارم درست کنم. اینو هنو با نکردم، باش خسفته به چی باز کنیم. خب من عاشق میگو هم بچه ها، هر چقدر بخورم سیر میشه. بچه ها اینا هم شامیگوه، میبینین خیلی هم قیمتش مناسب بود خریدم. خب فکر کنم دوتا بس باشه، خیلی بود، حالت کریز میشه وقتی بپزن، دوتا کافیه، خیلی مخلفاته. خب میگو پیگواتون همه چی رو همینطوری بذارین روش، آروم آروم باید بپزه. سبزی ها، سوسیس، شاید میدونم یه ذره آبش رو بیشتر کنیم بچه ها، مخلفاتمون زیاد شد، اینا خیلی پهن نیست. شاید من یه ذره آبش رو بیشتر کنم، هرچی تابعی تر و پهن تر باشه بچه ها خیلی بهتره. حالا این دیگه بدبختی و دیگه من تابعی اندازه این دقیق نداشتم. بعد پیاز چهارمونم بریزیم روش، عجب غذای کاملی. سوسمون رو بچه ها میذاریم آخر سر میذاریم، چیز میکنیم، اضافه میکنیم. خیلی هم زیاده، فکر نکنم همه رو بریزم، فکر کنم نصفش کافی باشه برای این. حالا ببینیم چی میشه. گازم پاک کنم بچه ها، من اصلا عادت ندارم گازم کرکسیف بشه زمان آشپزی. اگر زمانی که دارم آشپزی میکنم، مخصوصا یه چیزی که سرخ میکنیم میپره. در اینو بذارید اول. آره
دورم که مثلا ریز ریزای روغن رو گاز میگیره یا آب میچکه یا هرچی باید سری پاک کنم ادامه بدم، نمیتونم همین مدلی. بعضیا آشپزیشون رو میکنن بعد همه کرکسیفی میشه، بعد وقتی آشپزی کامل تمام میشه پاک میکنم، ولی من نمیتونم. یه سر بزنیم نودلمون، نرم نرم شده دیگه، باید بذاریم همه میگو پیگوامون بپزه، سوسیسامون بپزه، کوکولم شروع کرده، بعد بفرستمش بالا. بچه ها به نظرتون توی این پنیر بریزیم یا نریزیم؟ دارم فکر میکنم بریزیم یه کمی پنیری بشه، امتحان کنیم. بچه ها برای درینک، این درینکی که من میخوام بخورم بنوشم حالت کالچر داره، یعنی والا نمیدونم فارسی چی بهش بگم. این یک اینجوری بگم یه نوشابه گازداره که توش لایو باکتریای زنده داره، لایو کالچر داره، یعنی خوبه دیگه. بعد شوگر فریه با طعم هلو و توت فرنگی. من اینو خریدم، برای اولین بار خوردم، خوشمزه بود و هر چند وقت یه بار میخورم. حالا با نودلز از اینا بخوریم. یکی از ترشی هایی که درست کردم و میخوام باز کنم، بغل نودل بخوریم دیگه. اومدم ترشی چیز بخرم از بیرون، همین ترشی کیمچی فکر کنم یا کلم، از اینایی که معمولا میخورن تایلندیا و کره، یا ولی متاسفانه نبود و گفتم ترشی خودمونو بخوریم. بچه ها فکر کنم دیگه حسابی پخته، آبش رو تقریبا کشیده. حالا من گذاشتم یه ذره بیشتر آبش رو بکشه چون میخوایم سس اضافه کنیم دیگه، پنیر هم اضافه میکنیم حالا بهش. خب سسمون رو هم اضافه میکنیم. چقدر سفته درش. و یه پنیری هم اضافه کنیم، تنگ دلش چیکار کنیم دیگه. کیا پنیر دوست دارن؟ خب تا پنیر آب میشه و ما دیگه برمیداریم اینو از حرارت. والا ردی، آماده شد بچه ها. آروم آروم، حالا اگه تابه بود قشنگ قلفتی میرفت روی این بشقاب، ولی چون چیزه قابلمه است باید این مدلی یواش یواش. چقدر زیاد شد، یعنی من میتونم همه اینو بخورم؟ دهنم رو بفتاد. خدا کنه سس خوشمزه باشه. خب این از این بعد خیلی داغ باشه بچه. خب بذاریم این خنکش رو ترشیمون رو برداریم. مخلفاتش در بیاریم. من چرا یه قاشق اینجا بود یه قاشق دیگه برداشتم؟ بچه ها ببینید سیرای منم این رنگی شدن، اصلا مشکلی نداره، کاملا اوکیه اون سیرا رو بخورین. فکر کنم دیگه بس باشه. یه امتحان بکنیم. وای 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 پرفکت، طعم ملایم، چون یک سومشو آب ریختم. اینقدر خوشمزه است که نگو. حالا چون خودم درست کردم تعریف نمی‌کنم، به خدا شما هم درست کنین همینجوری میشه. واقعا برای غذا پرفکته، حتما بذارید توی یخچال وقتی باز کردید. بریم نودل خوری. من اومدم یه ذره پایین‌تر بشینم که هم صورت منو داشته باشین هم نودل داشته باشید. بفرمایید. خب برای اینکه شما نودل بهتر ببینید من یه چیزی زیرش می‌ذارم که این ریختی وایسته.
بهتر شد. خب این ترشیمون درینکمون، بعد من از قاشق چنگال چوبی استفاده میکنم، سعی میکنم با اینا بخورم ببینیم میشه یا نمیشه، ولی چون یکم آبکه از قاشقم استفاده میکنم. به هر حال سخته دیگه، یعنی من یکم تایم میبره تا را بیفتم دوباره، یعنی بلدم ولی چون استفاده نمی کنم یادم میره، بعد دوباره باید یه ذره تمرین کنم. حالا به هر حال اگه سخت شد سویچ میکنیم رو چنگال، ولی کلا باید راحت باشه. خب اولین لقمه بفرمایید. شما مگه مال خودتون حاضر کردید شروع کنید. داغ نباشم. خیلی خوش آمد از سوسش، عالی بود. یعنی بدون ترشی هم میشه خورد ولی من حالا ترشی هم میخورم. خب بچه ها اصلا توی خانواده ما پسرم و همسرم اهل این حرفا نیستن نودل بخوان بخورن اینجور چیزا. اصلا همسرم که اصلا از نودل اصلا خوشش نمیاد، پسرم هم اصلا خوشش نمیاد. پسرم ولی خب اسپاگتی دوست داره ولی نودل به هیچ وجه. برای همین من هوا حوض میکنم بعد خودم تنها بخورم، تنها. بعد گفتم که خب یه کار کنیم، یه بار یه بلاگ نودل بذاریم به صورت ویرچوال مجازی با هم دیگه غذا بخوریم. حداقل من فکر کنم یه نفر دورم دارم باش حرف میزنم، با در و دیوار حرف نمیزنم. به هر حال کلن پسر من و همسر من خیلی آدم های هلتی هستن، دایتشون شدیدن. پسر من همش باور میکنیم 14 سالشه ولی تا حالا کسی رو ندیدم مثل اون. اصلا چیز غیر هلتی نمیخوره. یعنی تو خونه ما من از همه اون هلتی ترم. شیرینی‌جات میخورم، نه که هر شب و هر روز بخوام بخورم، مثلا وقتی حواس میکنم بخورم، مثلا آخر هفته هم هرچی که دوست دارم درست میکنم. مثلا برنج سفید اصلا نمیخورم، منم برنج قهوه‌ای میخورم تو طول هفته، ولی مثلا آخر هفته ها یا یه غذا ایرانی که مثلا آخر هفته درست میکنم مثلا قرمه سبزی خورشت کرفسی، دلم نمیاد که اونو با برنج قهوه‌ای بخورم، بعد حتما با برنج سفید بخورم که قشنگ بهم حال بده، مزه بده. نودلم همینطور حواس میکنم ولی خب اونا نمیخورم دیگه، چکار کنیم. بعد دیگه همسر و پسر من خیلی به ورزش و اینا اهمیت میدن. میگوها چقدر عالیه، اولین بار بود خریدم امتحان کنم، خیلی خوش آمد. خیلی هر روز ورزش میکنن شوهر من و همسر من. خودمونی شدم. خیلی اطلاعات خیلی زیادی راجع به بدنسازی و در واقع مواد غذایی و چیزای طبیعی و خوب برای مثلا سلامتی خوبه داره. مثلا هم مشکلی که داریم یا مریضی اگر پیش میاد فقط ما با چیزهای گیاهی خودمون رو درمان میکنیم، زیاد دارو مارو ما نمیخریم. و خدا رو شکر تا الانم هر چی همسر من مثلا گفته هر جوری همون شده. باز خودش با دکتره، فقط چیز نداره، سرتیفیکت نداره، مدرک نداره. این روزا دیگه اینترنت اگه درست بلد باشی بری تحقیق کنی خیلی چیزا رو یاد میگیری خودت. آها خلاصه در اینجوریه که من الان دارم با شما نودل میخورم. بعد
مثلا پسر من هیچی نمیخوره، شکلات نمیخوره، کیک نمیخوره، چیزای تنقلات بیسکویت میسکویت اینجور چیزایی که آماده اصلا نمیخوره، پاپکورن نمیخوره، فقط میوه و سبزی مثلا میخوره، چیپس میپس و پفک اصلا. مثلا ما بیرون میریم یه ساندویچ اگه من براش بخرم اگه نونش سفید باشه نمیخوره، بعد خیلی ناراحت میشه که مثلا اگه من زورش کنم که حالا بخور و اینا. بعضی موقع من دلم براش میسوزه، میگم این طفلکی مثلا مزه هیچی رو حس نمیکنه، ولی میگه من اینجوری لذت میبرم، برای من دیگه زیاد زورش نمیکنم دیگه. خیلی هم پرشتره، بدنش این مانکنوست چون ورزش میکنه، بدن سازی میکنه. بچه ها این رژه لب من طبیعیه ها، فکر نکنید شیمیاییه. خلاصه میتونه بره مانکن هم بشه، انقدر بدنش ماشاءالله خوشگله. بعد دیگه چی بگم؟ آره این از این. و من هر وقت که هوس کنم یه چیز خوشمزه بخورم بعد تک و تنه بخورم. بعد دیگه چی بگم؟ چی میخواستم بهتون بگم؟ یه خبر بچه توی ولاگ ترشیم، اگه یادتون باشه من از چی صحبت کردم، از این قده توده تیروئیدی که داشتم صحبت کردم. چقدر جالبه، یادتونه؟ اگه دیده باشه، اگه نهیده این ولاگ ترشیم رو بریم ببینیم. این سوسیس ها خیلی خوشمزه است. من توی ولاگ ترشیم گفتم که وقت گرفتم که برای اینکه مثلا بخوام درش بیارم با جراح صحبت کنم. دقیقا بعد از اینکه این حرف رو به شما زدم، دو روز بعدش زنگ زدن، بعد چند ماه از ماه سپتامبر، از تابستون زنگ زدن گفتن که وقت دادن، منم رفتم با جراح مشورت کردم. حالا میخوام بهتون بگم که نتیجه‌اش چی شد. یه مقدار اذیت کننده است. ما رفتیم سر اپوینتمنتمون با جراح، بعد خب دیگه همه چی رو که میدونست و چک کرد و گفتش که اینو میتونی شما عمل کنی. گفتم به جز عمل راه دیگه ای نداره که مثلا ما بخوایم اینو در بیاریم. گفتش که نه. بعد گفت من بهتون میگم اگه ریسک خاصی داره و اینا یا نداره، همه اینا رو الان بهتون میگم. بعد دیگه گفتش که تنها ریسکی که خیلی باید مثلا بهش اهمیت بدی، که البته خیلی کم پیش میاد این اتفاق بیفته، اینه که اگر ما چک میکنیم با دوربین داخل گلوتو، اگر تارهای صوتی سمت راستت حرکت بکنه، بعد از عملم حرکت میکنه، اوکی مشکلی نداره وقتی که ما این قدر در میاریم. ولی اگر ما با دوربین چک بکنیم و تارهای صوتی این قسمت حرکت نکنه مال سمت راستت، امکانش خیلی زیاده که بعد از عمل تارهای صوتی سمت راستت فلج بشه و دیگه چیز نشه، خوب نشه، و اون وقت صدات چیز میشه، خشخش میشه، هورس بهش میگن، هورس وایس بهش میگن، به فارسی نمیدونم چی میگن ولی آدم این مدلی حرف میزنه. سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ گفتم که بله، ریسکش اینه. اون وقت برای منی که 24 ساعته پاشو دوربینم همش دارم ویر میزنم، تصور بکنید مثلا یه همچین چیزی. خلاصه انقدر خندیدیم چون از من سوال کرد شغل چیه، و گفتم که بله بنده اینجوری هم و اینا. تو آره دیگه میدونم، ولی خب ما چک میکنیم. گفتم که خب شما کی چک میکنیم؟ گفت همین الان چک میکنیم. خلاصه آقا یه دونه دوربین انداختن از بینی من به گلون، شلنگ که سرش دوربین کوچولو بود. وای چقدر حالت ناخوشایندی بود، درد نداشت ولی اصلا حساب کن یه جسم خارجی تا گلوت رفته تو بدنت، اونم از طریق بینی.
بعد به من میگفتش که چیز کن، هی از بینی نفس بکش. مثلا شما دیدین وقتی بینیتون گرفته است اتوماتیک از راه دهنتون نفس میکشین، یا اگه چیزی تو دهنتونه از راه بینی نفس میکشین. بعد من یه چیزی تو بینیم بود، بعد همش هم هی بعد از بینیم نفس میکشم، خیلی سخت بود ولی خب اوکی بود، یعنی اون چیز خیلی چیزی نبود، زیادم طول نکشید. خلاصه گفتم چی شد دکتر، تارای صوتی بنده حرکت میکنه یا نمیکنه؟ گفت آره خیالت راحت باشه، تارای صوتی حرکت میکنه. ولی خب من گفتم ریسکشو. بعد منم فکر کردم، گفتم که دو آقای دکتر من عمل میکنم، یعنی اول بهش گفتم شما خودت به عنوان یه جراح به من بگو که عمل بکنم یا نکنم. گفت اونجوری که نمیتونم، خودت باید تصمیم بگیری، ولی معمولا از نظر پزشکی اگر یه قده ای از 5 سانتی متر بزرگتر بشه باید درآورده بشه، صلاح نیست که بمونه. حتی اگر بی‌ضرر باشه، مال شما از 5 سانت بیشتره. میدونی من اینو بیش از 10 ساله دارم بابا. بعد به دکتره گفتم که آقای دکتر اوکی من اینو در میارم، تصمیمم گرفتم، پروسیجر رو شروع کنیم. اگه یه درصد صدای من اون مدلی شد، I have plan B، plan B رو دارم که چی کار کنم. خلاصه انقدر خندیدیم، خلاصه با اون نرس که اونجا وایساده بود پرستاره، وقتی بهش گفتم من I have plan B، قش کرده خنده نرسه. آره دیگه، بالاخره آدم باید حاضر باشه، ولی این باید در بیاد. میدونی چرا بچه ها؟ چون که همین الانش خیلی حالت غیر عادی داره. من این وقتی که ریز رو قورت میدم خیلی برجوره. بعد بدبختی اینه که این همین مدلی نمیمونه که، هی بزرگ میشه. مثلا من اگه بگم خب باشه اصلا همین مدلی بمونه اشکال نداره، نمیمونه. این به مرور هی بزرگ میشه. بعد شما حساب بکنید بخواد از این بزرگتر بشه چی میشه؟ مثلا زشته، آدم نمیتونه بیرون بره، اصلا بده مردم میبینن هی همه نگاه میکنن. مثلا خود شما چقدر توجه کردین تو دوربین وقتی من صحبت میکنم؟ خلاصه تصمیم گرفته شد بچه ها، قرار شد که من عمل کنم به امید خدا. چقدر من میخورم گشنمه. فقط زمان عمل گفتش که تو ویتینگ لیست باید باشی، چون که الان که خب کرونا هستش فقط عملای امرجنسی انجام میشه. مال من که امرجنسی نیست، گفتش که باید نهایت مینیموم 3 ماه باید توی ویتینگ لیست باشی. ما به محض اینکه تاریخ عمل دستمون بیاد، گروه ویتینگ لیست باهاتون تماس میگیرن و بهتون تاریخو میدن، ولی ممکنه از 3 ماه هم بیشتر طول بکشه. گفتم اشکال نداره دیگه، باشه حالا هر موقع، همین که توی پروسه افتاده خودش خوبه. خلاصه اینم از این. گفتم اینو بهتون بگم، یه خبر جدید بود. تا من توی ولاگ ترشیم گفتم که بله من وقت گرفتم منتظرم، باور میکنین 2 روز دیگهش به من زنگ زدن گفتن بیا. قانون جذب بچه ها، قانون جذب اصلا یادتون نره. من با این چاپستیک حوصله‌ام صرف بچه ها. ولی خوب بود، نودل راحت میشه با چاپستیک خورد. حالا با چنگال بخوریم راحت. اون ویدیو قانون جذب منو حتما ببینید، براتون میذارم. برای من که خیلی اتفاق میفته واقعا. برای چی دیگه میخواستم بهتون بگم، من بچه نوت برداشتم. بچه ها من اومدم رو صندلی، رو پایه نشسته بودم، خیلی آنکامفتبل بود دیگه. حالا این مدلی راحت هم نودل بخوریم. من نوت برداشتم، یه چیز دیگه هم میخواستم بهتون بگم. بچه ها حتما این مدلی نودل درست کنید، خیلی خوشمزه است. براتون تو موبایلم نوت برداشتم. یکی این که
من کلا خیلی من خیلی دوست دارم چیزایی که بدون گوشت رو خیلی بیشتر بخورم تا اینکه مثلا همش هر روز بخوام گوشت بخورم. مخصوصا مرغ، اصلا زیاد من از مرغ خوشم نمیاد. گوشت قرمز دوست دارم ولی نه که بخوام هر روز بخورم. مثلا بین مرغ و گوشت قرمز من گوشت قرمز رو ترجیح میدم و ولی بیشتر دوست دارم مثلا به صورت روزانه یه چیزی بخورم که چیز نداشته باشه، موش نداشته باشه زیاد، یا دریایی باشه مثل ماهی و میگو و این چیزا خیلی دوست دارم. و بچه ها یه چیز جالب بهتون راجع پسرم بگم دیگه، پسرم الان تو سن نوجوانیه دیگه، میدونین که نوجوانا چقدر حساسن، خیلی چیزا مثلا به صورت غیر معمول اتفاق میفته که شما باید بفهمید که طرف چون نوجوانه به این شکل هستش و این گذرا هستش. پسر من خیلی حساسه به این که من یوتیوبرم، یعنی حساس نیست مثلا جلو دوستاش دوست نداره بگه مامان من بلاگره یا یوتیوبره مثلا ویدیو درست میکنم. نمیدونم چرا خیلی جالبه، یه روز که از مدرسه آوردمش همینطوری ازش سوال کردم که دوستا تا حالا نپرسیدم مادر پدرت چی کارن، گفتش که چرا پرسیدن، گفتم خب تو چی گفتی، گفتم که مامانم، یعنی گفتم که مامان تو چی گفتی، بابا تو که گفتی ولی مامانت چی، منو چی گفتی، گفتش که همین، گفتم که چیزه خونه داری هاوس وایفی، گفتم من هاوس، حالا هاوس وایف هستم ولی شغلم که یه چیز دیگه است، یه شغل اصلی دارم. گفتش که نه نگفتم به خاطر اینکه تو رو پیدا میکنه از اینترنت. خلاصه قد خندیدیم. بذار بچه راحت باشه، اصلا اهمیت نداره برای من، گفتم اشکال نداره مامان جان، هر جوری که راحتی بگو من هاوس وایفم، ولی به هر حال گفتم که نگران نباش، دوستای تو امکانش خیلی کمه که بخوای منو توی اینترنت پیدا کنن، چون کلا سنشون با من فرق میکنه، اصلا محتوایی رو که من آپلود میکنم اونا سرچ نمیکنن که، بعدش هم نصف بیشتر محتوای من فارسیه، من فقط یه کانال انگلیسی دارم اونم خب خیلی فعاله، ولی خب نوجوانا و تینیجرا کانال من کانالی نیست که مثلا برای همچین رده سنی باشه، برای همین بهش گفتم تو خیالت راحت باشه. خیلی جالب بود برای من، گفتم که یعنی پس اسم پسرم سمیره، گفتم که پس سمیر مامان من اومدم مدرسه با مامانای دیگه حرف زدم نگم که من کانال آشپزی دارم، مامانا بیان ماماناشون منو فالو کنن. شوخی میکردم باش، نه من که نمیگم، وقتی میبینم بچم یه چیزی رو دوست نداره چه اصراریه. خلاصه آره اینم داستان این، من کم کم دارم سیر میشم، فکر کنم این نودلا رو بعد نگر دارم بعدا دوباره بخورم، ولی یه بدبختی میدونیم چیه؟ بدبختی اینه که مثلا اینجور چیزا که چاخ کننده است که من هر روز نمیتونم بخورم، هر روز نمیتونم بخورم، اوردی من اضافه وزن دارم، حالا چاق اونجوری نیستم ولی خب هیکل ایدئال چیزی رو که من خودم بخوامو ندارم، بعد اینجور چیزا رو مثلا یه بار در هفته من میخورم، وقتی ازش اضافه میمونه بد میشه، مثلا دیگه خب آدم که نمیتونه بریزه دور، تو یخچالم که نمیتونه مدت طولانی بمونه، خب خراب میشه دیگه، مجبورن آدم یه بار دیگه باید بخوره. بعد یه سوالی که خیلی از بچه‌ها راجبه من کرده بودن این که تو چطور این همه چیزهای خوشمزه درست میکنی، شیرینیجات و دسر و این و اون درست میکنی و مثلا تو چاق نمیشی، مثلا اینا رو میخوری؟ بعد گفتم اینجا جواب بدم که بچه ها من اصلا چیزهایی رو که درست میکنم اصلا دلیل برای این نیست که حتما من خودم میخورم اونا رو، مثلا اگر من یه شیرینی درست میکنم شاید یه تیکه از اون شیرینی رو بخورم ولی کلا همه رو که نمیخورم، مثلا یا یه غذایی که درست میکنم
خب شما میبینید که مثلا هر یه روز در میان غذاهای خوشمزه میاد و شما فکر میکنید که من هر روز اون غذا رو درست میکنم، در حالی که اینجوری نیستش. اون غذاها به مرور زمان درست شده و بعد سوالی که میپرسن اینه که خب پس چیکار میکنی اگر اون کیک رو نمیخوری، اگر اون مثلا شیرینی رو نمیخوری پس چیکار میکنی؟ یه دونه اپ من دارم، یه اپلیکیشنی هستش که مال غذاهایی هستش که شما به عنوان خونگی درست کردین ولی خودتون نمیخواین بخورین، بعد خیلی از افرادی که دور و برتون زندگی میکنن اون غذا رو شاید دوست داشته باشن که مثلا اونا مثلا استفاده بکنن، مصرف بکنن. بعد شما کاری که میکنین چی؟ هر چی که درست کردین، هر چی میتونه باشه، غذای خونگی باشه، چیزی از بیرون خریدید دوست ندارید یه ذرهشو خوردید مثلا، یا پکیجشو باز کردید دوست ندارید بخورید، عکسشو میگیرید، توضیحاتشو میدید، آدرستون هم اونجا توی اپلیکیشن اوردی هستش که اون کسایی که بهتون نزدیکن بفهمن که چقدر با شما فاصله دارن. بعد اونو میذارید، بعد هر کی که دوست داشت به شما مسیج میده، بعد شما هر کدوم از اونایی رو که مسیج دادن انتخاب میکنید، آدرس میاد، خودش میاد در خونه اون غذا رو از شما میگیره میره. من از طریق اون اپلیکیشن غذاهایی رو که به این شکل هستش که من خودم یا همسرم یا پسرم نمیخوره، شیرینی‌جات و اینجور چیزا رو اینجوری میدم به بچه‌ها، به خانواده‌هایی که دوست دارن میخورن. حالا من اون اپلیکیشن رو اسمش رو براتون میذارم تو قسمت توضیحات ویدیو. اصلا هم این ویدیو تبلیغ نیست، هم کلا دارم بهتون اطلاعات میدم. بعد این اپلیکیشن جهانیه، یعنی شما خیلی کشورها هستش، فقط مختص انگلیس نیستش، خیلی از کشورها هستش. شما بعد دانلودش کنید تو اپ استور یا توی گوگل پلی، بعد چک کنید ببینید اون منطقه که هستید این هستش یا نه. خیلی چیز خوبیه بچه ها، شما نه تنها غذا، هر چیزی که دست دومه و استفاده نمی کنید رو میتونید مثلا بذارید اونجا، کسی که نیاز داره بیاد از شما بگیره ببره به جایی که دور بندازینش. حتی اپلیکیشن یه قسمتی داره اگه بیزینس خونگی دارید و یا مثلا چیزی خونه میپزید میفروشید، میتونید اونجا مثلا بفروشید چیزی زاتون رو بفروشید، کسایی که بهتون نزدیکن بیان ازتون بخرن و کاملا فری هستش. من خیلی سیر شدم بچه ها، ولی خیلی به هم مزه داد و واقعا خوشمزه بود. یه بایت آخرم بخوریم. ترشی عالی شده بچه ها، نمیدونم بهتون خوش گذشت یا نه، امیدوارم که واقعا خوشتون اومده باشه از این ویدیو. به من که خیلی خوش گذشت، خیلی خوش آمد و امیدوارم که شما هم لذت برده باشین. و اگه دوست دارین از این ویدیو ها بازم بذاریم با هم غذا بخوریم یا غذای درست کنیم، مثلا چیزای بین المللی، مثلا سوشی درست کنیم با هم دیگه، یا مثلا چیزایی که مربوط به غذاهای چینی کره‌ای هستش، انواع اقسام سوشی های مختلف رو با هم درست کنیم هر چند وقت یه بار، یا مثلا غذاهای دریایی متفاوت با هم مثلا بخوریم، درست کنیم، بخوریم، گپ بزنیم، اگه دوست دارید و استقبال میکنید حتما توی کامنت به من بگین که من خودم به شخص خیلی دوست دارم. که همونطوری راجع به حرفای روزمره و خبرها از هر دری خبری هم با هم صحبت بکنیم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ولاگ و تا ولاگای خوردنی بعدی، خدا نگهدار دوستای گلم.